خب درود به همگی، امیدوارم که حالتون عالی باشه. اینجا این با یه ویدیو دیگه، این بار یه ویدیو خیلی خفن. قرار رو با هم دیگه آرچ لینوکس رو به دو روش آسون و سخت و به همراه دسکتاپ کیلی پلاسما نصب کنیم. خب اول که چی کار باید بکنیم؟ ما باید بریم یه سر توی سایت arch.org و از بخش دانلود اینجا مدیومش رو دانلود کنیم و حالا اینجا یه سری میرور هم گذاشته، شما میتونید به روی میرورهای مختلف کشورهای مختلف بستگی داره. حالا مثلا شما میدونید که مثلا فلان میرور از فلان کشور سرعت بهتری داره، میره از اون میگیره، ولی من خودم باشم میام سراغ میرور ایران و معمولا هم میرم سراغ میرور دانشگاه صنعتی اصفهان، حالا به تجربه خودم بهتر بوده. و اینکه میرورش این یکی که حجمش از همه بیشتره، این یکی ایزوش هست، اینو دانلود میکنم. و اینکه اینجا الان دانلودش کردم، توی دانلودز هم هست، اینجا آرچ لینوکس هست. و اینکه بعد از این کار باید بیام و توی اینجا خب این ماشین مجازی رو درست کردم به اسم آرچ لینوکس. اگر که دارید از وی ام ور استفاده میکنید، شما هم بعد اینو بدونید که برای مشخص کردن نوع ماشینتون وی ام ور آرچ لینوکس رو نمیشناسه، بعد بهش بگید آدر لینوکس، این چیزی که من اینجا دارم. ولی توی سایر حالا هایپروایزرهای مشکل رو نخواهیم داشت. مورد بعد این که من دارم از نوع UEFI استفاده میکنم برای بوت، طبق معمول البته من همیشه UEFI استفاده میکنم، خب طبیعتا نسخه جدیدتریه. عرضم به حضور شما که 6 گیگ بهش رم دادم، پروسسور بهش 4 هسته دادم، 50 گیگ حافظه دادم، دیسپلی بهش 1 گیگابایت گرافیک دادم با 3D acceleration. خب این طبیعتا سیستم هم میکشه که دارم اینا رو میشمیدم و آیزو رو هم به اینجا ماونت کردم. خب میریم شروع میکنیم و این ماشین رو رانش میکنیم، استارتش میدنیم در واقع تا بیاد بالا و به همین فرم. خب اینجا برای من یه همچین چیزی میاد بالا، من اینو ببینم اسکیلش بکنم صفحه بزرگتر بشه. خب این چیزی که اینجا داریم میبینیم، من بیوم عوض کنم قبل از هر کاری. خب این چیزی که الان داریم اینجا میبینیم یه حالت بوت لودر یا حالت گراب داره و اینجا من باید انتخاب کنم که میخوام به چه صورت این آرچ لینوکس من بالا بیاد. میزنم خب آرچ لینوکس طبیعتا روی UEFI بالا بیاد و این آرچ لینوکس شروع میکنه به بوت شدن. این در واقع یه دونه حالا حالت کرنل مدیومه و اینکه این چیزی که ما اینجا داریم نت اینستالره. به چه معنی؟ به این معنی که نت اینستالر باید همه چیزو از اینترنت بگیره، نه اینکه همه چی رو خودشه. دیدیم که 800 مگ بود، 800 مگ تقریبا چیزی داخل خودش نمیتونه داشته باشه، فقط یه سیستمی که همچین ترمینالی برای ما بالا بیاره. بنابراین این نت اینستالر قرار همه چیزو از اینترنت دانلود کنه. پس اون چیزی که ما الان دانلود کردیم سیستم عامل ما نیست، بلکه فقط یه اینستالر برامون. و این شروع میکنه به لود کردن آرچ لینوکس در حال حاضر. هیچ استفاده از موس نخواهیم داشت طبیعتاً، چون تماما توی یه ترمینال داره انجام میشه. و اینکه خب بهتر ویوم رو ببرم اون طرف، چون اینجا دیگه قراره ببینیم. خب آرچ لینوکس بالا اومده، یه سری چیز میز برای من اینجا خودش نوشته. برای مثال اینکه گفته که شما میتونید برید بخش حالا آرچ ویکی و اینستالرش رو اونجا بخونید. و اینکه حالا چیزی که من میخوام بهتون بگم اینه که آرچ لینوکس دو روش اینستال داره. خب یک روشش روش سادهش هست که من میدونم آرچ اینستال و این یه اسکریپت هست که ران میشه برای من کارمو انجام میده. اولین روش رو بهتون میگم. برای اینکه این کارو بکنیم ما اول باید از کامند cfdisk که من این تمام کامند هایی که اینجا استفاده میکنم برای توی یه فایل به حالت اسکریپت توی یه چنل تلگرام قرار میدم و میرید از اونجا میخونیدش. cfdisk رو فراخوانی میکنم، باید بهش بگم که پارتیشن تیبل من به صورت gpt هست، چون بالاخره دارم روی uefi انجامش میدم، gpt هست. و اینکه من 50 گیگ دارم، میتونم حالا شروع کنم برای خودم پارتیشن بسازم. طبیعتا یه دونه 512 تایی ایجاد میکنم، با ام بزرگ میذارم به معنی مگابایت ایجاد میکنم اینو و تایپش رو هم میذارم روی UEFI. خب تایپش رو میذارم روی EFI سیستم. بعد از این میزانی که باقی مونده، گفتم 6 گیگ بهش رم دادم، پس طبیعتا 12 گیگ، این دو برابرش جدا میکنم برای حافظه سواپ هم و میرم اینجا تایپش رو هم عوض میکنم، میذارمش روی لینوکس سواپ. بعد یه پارتیشن دیگه میسازم. چقدر برام باقی مونده؟ 37 گیگ. از این 37 گیگ من دلم میخواد که حدود بگیم 20 گیگش رو من میدم برای 20 گیگش رو میدم برای حافظه روتم و هر چیزی که باقی مونده رو میذارم برای درایو هومم. و اینکه خب همین دیگه، فقط که من این تایپش رو میذارم روی
لینوکس هوم و در نهایت میام اینجا توی بخش رایت اینجا یس میزنم تا برام این چیزی که اینجا نوشتم رو رایت کنه. خب حالا کافیه که از اینجا گویت کنم و اینجا اینو کلیر میکنم. خب حالا باید یه سری کامند بزنم اینجا، بعد برای خودم فایل سیستم بسازم. اول با mk swap و آدرسش میگم dev sda، چهار تا پارتیشن طبیعتا ساختیم، دومی swap هم بهش میگم که برام اینجا اینو بساز. بعدش میگم mk fs fat dash f بزرگ 32 و آدرس بهش میگم dev sda 1 و بعد بهش میگم mk fs دات. حالا اینجا میخوام btrfs بسازم برای درایور روتم، میخوام btrfs بسازم، btrfs. شما میتونید اینجا به جای btrfs اینجا بنویسید ext4، یعنی اینجا بنویسید ext4 که این یه پارت یه فایل سیستم ریلایبل تری، قابل اعتماد تر، قابل اتکا تریه، ولی من دوست دارم btrfs رو بزنم چون یه حالا پارتش یه فایل سیستم جدیدیه و من میخوام از این استفاده کنم. و اینم بهش آدرس میدم dev sda 3 و اینم برام ساخت. بعد اینو دوباره با mkfs این یکی بهش میگم xfs برام بساز برای درایو هومم dev sda 4 و این رو برای خودم ایجاد میکنم. خب حالا من اگه fdisk-l بگیرم به هم وضعیت این چیزهایی رو که دارم به هم میده و اینجا الان برام یه سری حالا چیزها نوشته و اینکه در نهایت بهم گفته که خب شما این فایل سیستم ها رو داری به این صورت و فلان و الا آخر. خب حالا من میتونم اینجا یه کلیر بزنم. خب بعد از اینکه من فایل سیستم هامو ایجاد کردم، بعد اینا رو ماونت کنم برای خودم به صورتی که خودم میخوام و میخوام اونجا برام قرار بگیره. خب پس اینجا من اولش میگم ماونت کن dev sda شماره 3 رو توی MNT. اونجا برام ماند MNT دو تا دایرکتوری بساز، mkdir توی MNT یه دونه دایرکتوری میخوام برای boot، بعد توی boot یکی دیگه میخوام به نام EFI و بعد یکی دیگه هم میخوام به نام home. اینا رو برای خودم ایجاد میکنم و بعد حالا دوباره به کمک mount میکنم dev sda 4 رو توی mnt و home و بعد mount میکنم dev sda 1 رو توی mnt boot و efi. اینو به این صورت mountش کرد. حالا کافیه که من اون install رو فراخوانی کنم، میزنم arch install و اینو فراخوانیش میکنم. این میره برای خودش اول میرور ها رو چک میکنه و بعد میگه که خب حالا شروع کن برای من چی انتخاب کن، کیبورد لی اوتت میگه انتخاب کن و طبیعتا من دارم از کیبورد لی اوت انگلیسی یو اس استفاده میکنم و خب این دیفالت خودش همین انگلیش یو اس هست، اینتر اگه بزنم دیفالت خودش رو ور میداره. همینطوری که زبانم رو میخواد ازم بپرسه، طبیعتا زبان من دوباره انگلیش یو اس هست، پس دوباره اینتر میزنم چون این دیفالت خودشه. و اینکه حالا بهم میگه که خب از چی میخوای استفاده کنی، از کدوم هارد درایو و اینو میخوای استفاده کنی. گزینه دومی که با شماره یک نشون داده نوشته dev sda و من میخوام از همون استفاده کنم، یک رو میزنم و میگه همین دیگه اوکی، میگم آره اینو میزنم و میاد اینجا. خب اینجا بهم گفته که دو تا گزینه داده، گفته که ببین تو الان دو تا راه داری، من میتونم مثلا تمام این درایف ها رو بیارم توی یه حالتی بریزم برای خودت، همین پارتیشن لی اوتی که خودت ایجاد کردی، و گزینه دومی یه گزینه با شماره یک نشون داده بهم گفته که میتونی یکی یکی انتخاب کنی که چی کار انجام بدی. خب پس من گزینه یک رو میزنم و اینجا برای خودش میره یکی یکی این فایل سیستم های منو چک میکنه و در نهایت میگه که خب حالا من این کارا رو الان کردم، میخوای که با این چیکار کنم؟ میگم که همینجوری بزنم اینتر میزنم و میره و میگه که حالا میخوای اینکریپت هم بکنی با پسورد؟ میگم نه، طبیعتا اینم یه اینتر میزنم و بعد میگه که میخوای از دراپ بوت لودر هم استفاده کنی؟ میگم یس، اینو میزنم و بعد میگه که دوست داری که سواپ رو هم روی زیرم بذاریم؟ میگم یس. بعد میگه که هاست نیمی که دوست داری برای این ماشینت داشته باشی چیه؟ من بهش میگم VMware و بعد بهم میگه که یه روت پسورد وارد کن. من یه روت پسورد بهش میدم و دوباره میگه همون رو برام وارد کن
خب بعد میگه که حالا میخواد تو چجوری این سیستم رو اینستال کنی؟ طبیعتا من میخوام با دسکتاپ اینستالش کنم، بنابراین گزینه صفر رو میزنم. و بعد میگه که خب حالا کدوم دسکتاپ رو میخوای؟ من میگم خب KDE پلاسماس، گزینه 7 رو میزنم. بعد بهم میگه که نوع درایور گرافیکی تو باید انتخاب کنی برام. من میگم طبیعتا 5 و وی ام ور هست چیزی که دارم استفاده میکنم اونه. حالا شما با توجه به چیزی که داریم، مثلا اگه ای ام دی داشته باشین، اینتل داشته باشین، انویدیا داشته باشین و الی آخر، من 5 رو میزنم چون دارم از وی ام ور استفاده میکنم. و بعد بهم میگه که خب برای اون اوپن سورس درایور مربوط به ساوندت میخوای چی بذاری؟ پایپ وایر چیز جدیدتری، و من پایپ وایر رو ترجیح میدم، اونو میزنم. بعد میگه خب حالا من میخوام برات اینستالش کنم، از چه نوع کرنلی دوست داری استفاده کنی؟ یکی کرنل LTS داره و یکی کرنل عادی که کرنلش خیلی بروزه. من اینجا دوست دارم از کرنل عادی استفاده کنم، ولی شما میتونید کرنل LTS رو سلکت کنید. برای مثال گزینه 2 رو میزنم و کرنل LTS سلکت میشه. بعد 0 رو هم میزنم تا کرنل عادیش دی سلکت بشه و الان کرنل LTS رو سلکت رو سلکت و من میتونم اینستالش کنم. ولی خب همونجوری که گفتم، من میخوام که از کرنل عادی استفاده کنم، طبیعتا اینجوری اینتر میزنم. و اینکه این الان زمین پرسه که خب اینا همش اوکی، ولی من الان میتونم یه سری پکیج هم اضافه کنم، چیز دیگه هست که بخوای اینستال کنی در کنار اینا؟ بهش میگم که خب یکی فایرفاکس و یکی دیگه UFW هست، یکی دیگه GUFW هست، اینو میزنم. بعد میگه که خب حالا میخوای برای نتورکت چیکار کنی؟ طبیعتا من گزینه 1 رو میزنم که نوشته نتورک منیجر، و بعد برای من نتورک منیجر رو آن کنه، چون اگه نکنه واقعا کاری نمیتونم بکنم. این رو میزنم و بعد به هم میگه که خب تایم زون رو انتخاب کن. بعد بهش میگم آسیا تهران، اینتر میزنم. میگه که اتوماتیک تایم زون رو میخوای استفاده کنی؟ یس میزنم. و میگه که خب ببین این اسکریپتی که برات نوشتیم این شکلی شد، همه دیگه اوکی، خواهی رانش کنیم. اگر که اینتر بزنم شروع میکنه برای من نصبش میکنه، ولی ما میخوایم حالا بریم روش سخت رو با هم دیگه ببینیم. خب سی اف دیسک رو میزنم و اون چیزهایی که نوشته بودم اینجا برای خودشون در حال حاضر هستن، چون طبیعتا هیچ تغییری ایجاد نشد و اون فقط یه اسکریپت از روی چیزهایی که من داشتم نوشت برای خودش. و خب ببینید تا اون جایی که ما فایل سیستم ها رو ماونت کردیم یکسان، توی این دوتا روش یکسان. ولی خب حالا اگر که بخوایم اون روش سخته رو بریم، باید بریم توی بخش آرچ ویکی و بخش اینستالیشن گاید. اینجا برای ما یکی یکی این مراحل رو گفته که چجوری این کار رو انجام بدیم. خب من اینو میارم این طرف برای خودم، بازش میکنم و شروع میکنم اینجا یکی یکی کامنت ها رو میزنم. خب پس ما تا اونجا رفتیم که MP swap رو اینار کردیم. خب اول بعد اینجا بزنیم swap on و آدرس رو بهش بدیم dev sda2. من swap رو الان on کردم. خب این از این. بعد اون چیزها رو که mount کرده بودم از پیش. و خب حالا بعد اینو بزنم pacman dash SYYU که این بره برای خودش بگرده و وضعیت پکیج ها رو سینکرونایز کنه و چک کنه و به آخرین نسخه و اینجور چیزا برسونه. خب اینجا نو رو میزنم تا دیگه برام کاری نکنه. و خب حالا رفته یه گشته یه سری آپدیت هم پیدا کرده، چون دلیلش اینه که این آیزوی من فکر کنم یکی دو ماه پیشه. خب من شروع میکنم میرم سراغ چیزهای بعد. مورد اولی که احتیاج دارم اینه که من باید حکمن S اینستال بکنم نانو رو و ویم رو. این دوتا رو برای خودم نصب میکنم و خب این برای من نصب شد. حالا میرم سراغ کامند بعدی. خب از کامند پک استرپ استفاده میکنم و این پک استرپ میاد بیسیک های اون سیستم لینوکس رو برای ما نصب میکنه. بهش آدرس میدم MNT، توی MNT برای من نصبش کن و حالا بهش میگم که چه چیزهایی باید نصب کنم. یکی بیس که اون بیسیک سیستم عامله، بیسیک ابزارهای لینوکس. بعد بیس دیول که برای حالا یه ابزارهای مثل میک و این چیزا برای کامپایل کردن سورس کد. بعد لینوکس که کرنل ما هست و اگه من حالا اینجا مثلا لینوکس LTS میخواستم اینجوری باید می‌نوشتمش، ولی خب من لینوکس عادی رو میخوام. بعد لینوکس فیرموور و ویم و نانو، اینا رو من میخوام که پک استرپ برام نصب کنه. اینو میزنم و پک استرپ شروع میکنه یه دور میرورهاشو آپدیت میکنه و بعد برای من اینها رو نصب میکنه. خب یه چیزی هولوش 500 مگ دانلود شد و 143 تا پکیج. فقط اینکه مسئله بهتون میگم اونم اینه که شما ممکنه چند تا کرنل بخواید داشته باشین و این شدنیه. شما مثلا هم لینوکس رو میزنید هم لینوکس LTS رو میزنید و این واقعا شدنیه و شما میتونید هر دو رو داشته باشین و موقعی که سیستمتون داره بالا میاد توی منوی گراف میتونید انتخاب کنید که از کدومش بوت بشه.
خب مورد بعدی ما باید fstab رو ایجاد کنیم. خب با کامند gen fstab و dash u و بعد بهش آدرس بدیم این fstab مربوط به mnt رو برامون بریزش توی mnt etc fstab برامون اینجا بریزش و این الان fstab ما رو gen کرد و من الان مثلا اگه یک cat بگیرم از mnt و etc fstab می‌بینید که برای من اومده اینا رو نوشته و حالا با چیزهای مختلف مشخص کرده نوع پارتیشناشو الی آخر. خلاصه اینکه به این صورت بود و مورد بعدی این که حالا ما باید ch root کنیم به چیزی که ایجاد کردیم و change root کنیم. می‌زنیم arch ch root به mnt. خب ما الان توی لینوکسی هستیم که همین حالا نصبش کردیم و هیچ چیز دیگه ای نداره. این ابتدای کار ما بود. خب ما میایم اینجا اول باید time date ctl رو تست کنیم. میزنیم time date ctl و بعد set time zone Asia تهران. درست دادم؟ آره. خب اینو میزنم و time zone من set میشه به Asia و تهران و بعد با vim توی etc و local.gen اینجا میرم و انگلیش UTF-8 رو باید uncomment کنم. خب اینجا من با کلید i میرم به حالت insert و enusutf-8 رو uncomment میکنم wq خارج میشم و اینو در واقع سیوش کردم. خب مورد بعدی که باید بزنم اینه که باید بزنم local-gen اینو میزنم و این برای من این کیبورد رو ردی میکنه و بعد حالا باید بزنم echo lang مساوی en us dot dash hash و اینجا utf dash hash به etc local dot conf اینجا باید باشه local dot conf. میگم اینو برای من بریزش توی این و بعد میگم export همون قبلیه رو همون کامند قبلیه رو با export مینویسم و این هم الان لنگویج ما set شد. و بعد خب حالا باید اسم بذارم برای این ماشینم. میگم echo vmware to etc pass میزنم و بعد حالا باید پسورد برای روتم انتخاب کنم. پسورد این میزنم پسورد روتم رو انتخاب میکنم دوباره انتخاب میکنم و پسورد روتم successfully set شد. خب حالا من بعد اینجا برای خودم grub رو اینستال کنم. pacman s grub efi boot mgi این دوتا رو برای خودم اینستال میکنم و این قرار بوت لودر من باشه. خب حالا به کمک کامند grub dash install install dash target مساوی x 86 underline 64 dash efi دوتا dash boot loader id مساوی grub با capital case دوباره دوتا داش EFI directory مساوی داش boot slash boot slash EFI و اینو میزنم و شروع میکنه برای این پلتفرم اینستال میکنه و میگه که no error reported تمام شد و این من برات اینو نصبش کردم. خب مورد بعدی که من باید mk config grub رو بزنم grub داش mk config داش او میزنم که آوتپوتش رو برام بریزه توی بوت grub grub.cfg و این شروع میکنه config grub رو برای من میزنه توی این فایل و این بخش installation grub هم تمام میشه و بعد حالا من باید برای خودم یه یوزر بسازم. اول با pacman s sudo sudo رو نصب میکنم پکیج sudo رو نصب میکنم. خب حالا باید به کمک کامند user add -m و حالا یه اسم یوزری هم بذارم علیرضا یه یوزر برای خودم اد میکنم پسورد علیرضا یه پسورد براش انتخاب میکنم و این الان یوزر من با پسورد خودش ایجاد شده و حالا من باید با کامند editor مساوی vim و vsudo اینو بزنم و بیام این پایینا یه جایش هست
خب اینجا که روت نوشته، من اینجا اینسرت میزنم، دو تا انتر میزنم و بعد میام اینجا با حالا یه خط فاصله، اصلا مهم نیست، شما همون زیر روت هم بنویسید تفاوتی نمیکنه. و من میام اینجا مینویسم علیرضا آل مساوی تو پرانتز آل دو نقطه آل، میبندمش پرانتز آل و اینو اگه سیوش کنم، الان کاربر علیرضای من دیگه سودوئر هست و به قول معروف کاربر ادمنستریتور شده. حالا من میخوام که KDE پلاسما رو روی این چیزی که ساختم نصب کنم. خب برای اینکه این کار رو انجام بدم، برای خودم می‌نویسم pacman s xorg plasma plasma wayland session KDE applications firefox ufw gufw و این اگه بزنم میره برای من، حالا میگرده یکی یکی پکیج ها رو بخواد نصب کنه. اول میگه که خب از کدوم نوع اینا رو همشو میخواین، چیزی که اوورم اینا مربوط به ایکس اورک هست، اینا دیپندنسی های ایکس اورک هست، اینا همشون میخوایم، میگم آره. و بعد در مورد پلاسما گروپ هم میگه اینا رو همرو میخوایم، میگم آره. و بعد میگه KDE applications و اینا رو هم میخوای، میگم آره همشو میخوام. بعد میگه که خب حالا برای اینکه جک رو دانلود کنیم دو تا روش هست، کدومش میخوام؟ میگم پایپ وایر رو، پس دو رو میزنم. و بعد میگه که خب حالا واسه پایپ وایر کدوم رو میخوای؟ میگم که یک پایپ وایر مدیا سشن. و بعد میگه که واسه یه حالا این فونت چی رو میخوای؟ همین میذارم خودش باشه، همین دیفالت خودش. و بعد در مورد کیوتی میپرسه، باز میذارم دیفالت خودش باشه. برای کران میپرسه و باز میذارم دیفالت خودش باشه. و خب حالا میگه ببینید 1.5 گیگابایت باید دانلود کنم و حدود حالا تعداد اپلیکیشنش رو نمیدونم، ولی خب دیگه یس میزنم تا همه‌شو برای من اینستال کنه. اون بخش الان یعنی شده مثلا 939 تا پکیج میخواد برای من نصب کنه. اون بخش KDE applications خیلی زیاد بود و چیزهایی که قرار نصب کنه بی اندازه تعداد بالایی داره، یه عالم اپلیکیشن قرار نصب کنه، بنابراین قرار یه سیستم خیلی پروپیمون داشته باشه. من اینجا رو پاوز میکنم و وقتی که نصب شد برمیگردم. خب حالا اینا همش رو اینستال کرده، یه عالمه پکیج بود، اونجاش گفت 1.5 گیگ دانلودش بود، حالا هر چقدر که نصبش باشه. خلاص اینکه اینا همه رو اینستال کرده و اینکه الان آماده است، فقط یه سری سرویس ها رو ما باید اینیبل کنیم و بعد دیگه میتونیم ریبوت کنیم و روی سیستم جدیدمون بالا بیایم. بعد اینجوری بزنیم سیستم ctl enable stdm.service، این مورد اول. مورد دوم System CTL Enable Network Manager.Service و مورد بعدی System CTL Enable UFW.Service. خب الان این همه چیز آماده هست و فقط کافیه که من اینجا یه Exit کنم و اینجا یه Reboot میگیرم و دیگه تمامه، میتونم بیام روی سیستم جدیدم بوت بشم. و این دیگه الان چیزهایی که داره رو حالا آن ماونت میکنه، این یکی کلا شات داون میکنه و روی سیستم جدید بالا میاد. میبینید که اینجا دوباره گراب رو دارم، یعنی اینجا روی سیستم جدید گراب رو دارم، آرس نوت رو سلکت میکنم و این شروع میکنه برای من بوت کردن. بوت میشه و روی STDM بالا میاد و اینجا پسورد خودم رو میذارم. از اونجایی که من یه یوزر ساختم، اگه یوزر شما ساخته باشین اتوماتیک میره یوزر رو میاره، اگه یوزر نداشته باشین مجبور میشه بره از روت استفاده کنه. و اینکه من در حال حاضر میخوام از پلاسما ویلند استفاده کنم، اینجا پسورد خودم رو میزنم و اینجا ما یه آرش نوکس داریم با دسکتاپ KDE پلاسما و به همین سادگی ما یه آرش نوکس با دسکتاپ KDE پلاسما نصب کردیم. امیدوارم که از ویدیو لذت برده باشین و براتون کاربردی بوده باشه. تا ویدیوی بعدی، تا اصلا هر چیز بعدی هست، شما کلا اینستا و یوتیوب منو سابسکرایب داشته باش، پس یادت نره سابسکرایب و لایک و کامنت، اینا هیچ یادت نره. اینستا و یوتیوب و اصلا چنل تلگرام هم سابسکرایب داشته باشی، قرار از این بعد پادکست بزنیم اونجا. و اینکه آراستی این قراره بره توی پلیلیست تاکسیدو، اگر که نمیدونید من توی اینستاگرام هم گفتم برید اونجا ببینید، اینجا براتون آیدی مو میذارم و برید اونجا ببینید لذت ببرید. روز خیلی خوبی داشته باشید و تا ویدیوی بعدی بدرود.